این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از نمایش مسخره تنفیز تو نظام ولایت و دست و پا زدن مهره‌های حکومتی برای چسبوندن دموکراسی به ریش عظما. ای که ما در قانون اساسی در نظام سیاسیمون داریم و مشروعیت رو با حضور ولی فقیه داریم، در بحث ریاست جمهوری هم با تنفیز اعمال و اجرا میشه. مقبولیت شرعی هم باید علاوه بر مقبولیت عامه برخوردار بشه که بابا این مزخرفات چیه؟ حکومت رو اینا با خرسواری اشتباه گرفتن، واسه همین هم از که دووم نمیارن. از اون طرف شیخ فری از فرصت تحلیف استفاده کرد تا باز هم به حلوا حلوا کردن برجام بپردازه و عظما رو تشویق کنه به زرخوری‌های بیشتر. ما با نو آمدگان جهان سیاست کاری نداریم، اما به کهنه سواران اعلام می‌کنیم که می‌توان تجربه برجام را به یک الگو در روابط و حقوق بین الملل تبدیل کرد. می توان از این استثناء قاعده ای ساخت. وقتی برجام بشه الگوی بین الملل، نتیجه این میشه. گیج‌تر از همه این الاغچیه که تو دو جمله بنبست برجام رو قشنگ لو میده. عراقچی افسود برجام نقض شده، اما به گونه ای رفتار نخواهیم کرد که گرفتار سیاست‌های دولت آمریکا شویم و واکنش ما هوشمندانه خواهد بود. اینم یک نمونه واکنش هوشمندانه از نوع آخوندی. حالا ببینید بسیجی‌های آستین کوتاه همین برجام تایید شده توسط عظما رو چطوری به باد تمسخر می‌گیرن. داستان این برجامه شده مثل یه بچه‌ای که تقریباً سن 4 سالم رد کرده ولی هنوز پدر مادره جرأت نمی‌کنن پوشک را پای این در بیارن. این برجامی که ما می‌بینیم به سن منم برسه نباید این پوشک را ازش جدا بکنن. یعنی این پوشک یه سن دیگه میشه ایزی لایف. همونه ها، کار کرده جمعونه. این مام صادق لاریجانی هم طبق معمول به صحنه اومده تا به سفارش عظما پنبه شیخ فری رو بزنه. نباید بگذاریم مسائل حاشیه‌ای ما رو از این مسئله اساسی دور کنه. تعامل گسترده با دنیا، دنیا فقط آمریکا نیست. آمریکایی‌ها باید بفهمن که اگر تحریم‌ها رو گسترده‌تر کردن، جمهوری اسلامی هم دست بسته نیست. بله، دست بسته نیست، اما تو این اوضاع و احوال تنها واکنشی که از جمهوری اسلامی برمیاد یا چه میکاریه؟ در جریان مراسم تحلیف یه مهمون ویژه هم داشتن که اسمش موگرینی بود و تای خط هم جز گرفتن چند تا عکس سلفی با نماینده ها هیچ فایده دیگه برای نظام نداشت. کمال خرازی گفت موگرینی در قبال همسویی ترویکای اروپایی با آمریکا در صدور بیانیه علیه کشورمان پس از پرتاب ماهواره بر هیچ پاسخی نداشت. تو روزهایی که بوی عقب نشینی بد جوری پیچیده تو دماغ بسیجی ها، تنها کاری که از دست پاسدارهایی مثل این برمیاد از این فک زدنهای بیمورده. و خدا کنه که هیچ وقت عقب نشینی رو نبینی. دشمن وقت نمی کرد غنیمتیات رو جمع کنه. به اعتبار بین 12,000 و برخی روایات 20,000 ظرف 2-3 روز اسیر دادیم. 60% زمین‌هایی رو که در طول 8 سال گرفته بودیم 3 شبه از دست دادیم. برات گفتن؟ نگفتن، نمیگن هیچ وقت. خلاصه این که همه تحولات
از فرو ریختن بنای پوسیده نظام خبر میدن. دشمنای نظام باید خیلی بترسن، چون آخوندا علاوه بر شهرهای زیرزمینی موشکی به روستای موشکی هم مجهز شدن. هم کسی تصور نمیکرد که امروز از همین آبادی بتونن با دست خالی موشک تولید کنن. بله، موشک. کار موشکی ما الان 3 سال داره انجام میده. الان ما هر سری ایبو ایرادا کار گرفتیم، یه کار الان گوشه از کار داره نشان میده. ما موشک های با توان بسیار بالاتر از این هم داریم که انشاءالله در سالهای آینده به نمایش خواهیم گذاشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین قدرت منطقه از دولت حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه که انشاءالله دولت بتوانه در مقابل زیاد خواهی های دشمنان ما به ویژه امریکا انشالله استادگی بکنه. اگه این پایگاه موشکیه، پس لابد این صحنه ها هم صحنه جنگ واقعیه دیگه. کی به کیه؟ خالی را ببند بره. اونایی که فکر میکنن نظام دچار انزوای بین المللیه، این قسمت از خبر تو خبر رو خوب تماشا کنن. سیل هیئت‌های خارجی همینطوری روون شدن به سمت نظام. میتوان گفت که 3 هیئت خارجی از جمله کیم یونگ نام رئیس جمهور خلق کره شمالی، همچنین آقای نلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان و سیبوسی و باماباس نخست وزیر آفریقای جنوبی به همراه هیئت همراه از جمله هیئت‌هایی هستند که تا بامداد امروز وارد تهران شدند. همچنین خب تا ساعتی دیگر آقای ژان ماکس رئیس مجلس ماداگاسکار، جاب ایندوگایی رئیس جمهور تانزانیا و هیئت‌های از کشورهای دیگه وارد کشورمون خواهند شد. یعنی قشنگ معلومه که هیئت‌ها رو از هر جا گیر آوردن بار زدن. نتیجه هم خب معلومه دیگه. بزبز قندی که همیشه هرچی از دهنش در میاد میگه، این هفته سوژه فضای مجازی شده بود و جیغش به هوا رفته بود. مثلا یه اخیران که برشن از 2 ساعت و 2 نیم بست 4 جمله رو چیز کردن، فلانه گفته من خیلی باسوادم، از رئیس جمهورها باسواد دارم، فلان هایی که چی نده، حالا مثلا یه آدم عاقل اینجوری حرف بزنه. بچه این بود گفتن 20-30 رو چرا تو زمان انتخابات و انتخاباتی و اینا میگه. ما خواستیم از اینا ربطی به انتخابات نداریم، مسائل فراتر از انتخابات و مسائل ملیه. 4 جمله از 4 جمله. حالا این خیانت ها دیگه عادی شده و کسی هم متاسفانه رسیدگی نمی کنه. فضای مجازی یک فضایی شده برای انواع جرم و اهانت و افترا و اینا، هیچ کس هم رسیدگی نمی کنه. دلغک خمینی گشت و گشت و گشت تا بالاخره یک کاربرد جدیدی برای عمامه پیدا کرد. من اگر رسیدم دیدم یه ماشین تو گل فرو رفته، زنجیر نیست بیارن بیرون، تنابم نیست، ترمز کردم گفتم آقا چتونه، والا ماشین فرو رفته، زنجیر تناب نداریم. گفتم والا منم زنجیر تناب نداریم، ببین من عمامم نوه، شاید کار تنابش بیاد. حالا ببینید اگر میشه با عمامه من عمامم واکنم به جای تناب، ببندم به ماشین بکشم بیرون. این 2 دقیقه که ماشین این اگر کشتم بیرون به اندازه 50 سال تبلیغ بگید اثر داره. ترس از ماهواره همچنان ادامه داره و آخونده هم هر چقدر داستان میبافن و روزه میخونن بازم حریفش نمیشن.
خدا رحمت کنه مرحوم حاجی کافیروها، زمان طاغوت هر کی آنتن تلویزیون داشت گفت علم یزید از رو پشت بومتون بردارید. امروز تلویزیون علم یزید نیست. چرا؟ چون مال نظام مقدس جمهوری اسلامیه. امام هم فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. امروز چون آنتن ماهواره پخش کننده فحشایه، ما باهاش مخالفیم. بلکه امام زمان بیاد همین ماهواره میشه پخش کننده تصویر امام زمان انشاءالله. اون موقع دیگه اشکالی نداره، الان اشکال داره. این هم اتفاقیه که فقط تو حکومت آخوندی ممکنه رخ بده. ماشین زندانیا خراب شده، بعد خود زندانیا دارن هولش میدن. نمیشه خبر تو خبر رو به پایان ببریم و یه نگاهی به تازه ترین دستاوردهای اقتصادی مقاومتی نداشته باشیم. این شما و این تست امنیت خودروی سایپا. و این از امنیت خودروسازی سایپا. برو مواد لازم. خب درا قفله. تست میکنی. مقداری توف. دو تا کف دست علی آرز. تموم شد. باید بریم. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه هموطن کرمانشاهی جلب می‌کنیم که جایی جز گوشه خیابون رو برای ارائه هنرش پیدا نکرده.